رسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسان. من نامه نوشتم به کبوتر بسپردم، چی سود و که بختم سوی بامت نرسان. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم ایام به کام باشه. حالت نگران کننده مملکتم بر وفق مراد باشه، از نگرانی نیایتان کم شده باشه. تا زمانی که شما به خیر و زود پیدا کنین، من هم آمادگی میگیرم و که به خیر دلیل لایف آمدن ای باره بگویم. خب گرچه من میشه همراه شما هستم و قول معروف میگه جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، و از هر طرف رفتم تو راه برم بودی. با هر که سخن گفتم پاسخ ز تو بشنیدم، با هر که نظر کردم تو در نظرم بودی. جا که سفر کردم تو هم سفر طرفی رفتم تو را برم. خب مده سفر است منوزم عزیزا، اما از او جایی که شما نازنین هم پیش من عزیز هستین، خواستم که با استفاده از یک ساعت یا یک نیم ساعت یا نیم ساعت که دارم با شما باشم و قضایای مهم هنری بگویم، فرهنگی بگویم، سیاحتی بگویم، سیاسی بگویم، با شما در میان بگذارم. اول خب به نهایت تشکر یک بار دیگه از احساسات پاک شما که روز قبل هم اینجا من به اصطلاح در خدمت شما قرار داشتم، با توجه به ای که کار رسمی نیست، سال در رخصتی های خود هستم. سوالای شما را گفتم اول میبینیم، گپ میزنیم، بعد از او روز دیگه هر کدامش میبینم و میخوانم، روز دیگه بازم خواهش هایتان به جای میشه. یک خبر خوش دارم که یقینا شما از طریق رسانه ها اطلاع حاصل کردین که ویزه SIV یا ویزه مهاجرت برای مترجمین عزیزه که با نیروهای امریکایی کار کردن، یک تعداد از اینا نظر به قانون مقرره و امر مقام ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است که بخیر از افغانستان از نقاط مختلف انتقال داده شوند و کشور دوم، مثل که ایرا یک ماه قبل تصمیم گرفتن، کنگره و سنا اردوش مجلس نمایندگان و سناتورا رای دادن و گفتن که کسایی که ویزهشان پروسس شده یا در جریان پروسس هست یا تفکیک شدن به اصطلاح یا دستبندی شدن، که این کسا واجد شرایط هستند و کشور دیگه انتقال دادن میشن. البته در پروازهای تجارتی، پروازهای یا تیاره های نظامی نه، در پروازهای تجارتی و کشور دوم میرن و به همون ترتیب کارایشان در اونجا تمام میشه و باز جای به جای میشن به ایالات متحده. متباقیشان که سوال اصلی است عزیزا، که اسنادشان تکمیل است، واقعا اینا کار کردن حیاتشان تحت خطر است یا زندگیشان به خطر مواجه است گفته لغت گویا، و یک نامه یا یک چی میگن نامه که از طرف سوپروایزر یا رئیسشان تصدیق کنه که ای امرای ما کار کرد ای آقا یا ای خانم، اما بنابر ملحوظات یا دایرکتر یا سوپروایزر نیست یا از جهان رفته یا ای که نمیخواه، یک کمک اخلاقی سلبت عزیزا که سوپروایزر در صورت یا ودوت خط یا این نامه را میته که یک کمک است. این اصل من پرسان کردم که مجبور نیستن که به اساس اصول مقرره اینا ای کار کنن، که یک کمک اخلاقی است که باید بکنن، اگه نکنن در دوزخ میرن و بفهمن که حیات این شخص در خطر است. شوخی میکنم دوزخ و جنت، میگه دوزخ از این چه حرفی است که در عالم بالا است بهشت، هر کجا وقت خوش افتاد اما اونجاست بهشت. ایرخ ما همیشه گفتیم هر کجایی که صداقت بود، هر جایی که مهربانی بود بهشت هم اونجاست. دیگه از دوزق و بهشت تیر میشیم، خداوند خودش تصمیم گیرنده است که کیره به دوزق و کیره به جنت روان میکنه. فقط اونا منتظر باشن که ببینیم بعد از اینکه من از اینجا رفتم، سوال خواد کردم که سرنوشت از اینایی که کار کردن واجد شرایط هستن، باید بر از اینا کمک شود
چه تصمیمی میگیرن؟ اما طوره که دوره کار 2 ساله بود و به 1 سال تقلیل دادنش، اما این مسئله حتما انشاءالله معلوم شد. پیش از این درخت زیبا رو ببینید، نقاش طبیعت بود، نقاشی کرده طبیعت یا کائنات. خوش آدم یه درختار کدامش، مالتا، نارنج و اصطلاح میوجات که در مناطق گرم سیر درختایش حاصل میده. یزمو درخت هست، مره خوشم آمد که با شما هم قسمتش کنم. معلومش عزیزا برتا ببینین که بسیار زیباست. از خاطر من این منطقه را انتخاب کردم که امروز شما از همینجا صحبت کنم. مسئله دیگه، باز گفتیم به مسائل سیاسی نمیریم، به جواب نامه یا کامنت های شما که یکی همین مسئله ویزه بود، اوضاع افغانستان از لحاظ سیاسی به کدام سمت سو در حرکت است و آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به ازبکستان رفتن. البته باید بگویم که در این جلسه من دعوت بودم، در این کنفرانس تقریبا 1 ماه پیش مسئولین سفارت ازبکستان در مورد چگونگی این کنفرانس بر من معلومات داده بودند و تا گفته بودند که اگر شوم شرکت کنم از واشنگتن. البته من تماس نزدیک با سفارت ازبکستان دارم، ما با ازبکستان هم نزدیکی های بسیار عمیق داریم، ریشه های عمیق تاریخی داریم، کلچر و فرهنگ ما تقریبا یکی است، دین آیین ما یکی است. از او خاطر آقای غنی اونجا رفتن و باید در این شرایطی که خانه وضعش خراب است، خانه منظورم داخل خانه افغانستان و بنادر تجارتی و که بسیار مهم است از لحاظ سمبولیک هم از لحاظ روانی هم، بندر تجارتی اسلام قلعه یا سپین بولدک، یا بنادر است یا شیرخان بندر، یادتان است از که چقدر بنادر مشهور است، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی در روابط اقتصادی که مگه زیربنای جامعه است. سپین بولدک سر زبان است که بعد از طالبان افتاد و از